سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم صحتمند و سرحال باشین. به ادامه ویدیوی قبلی، در این ویدیو میخوام نحوه ثبت نام کردن در بستای دفتر PU AMI را بر شما آموزش بدم. بخاطر کار اول بریم داخل سایت میشیم، بست مربوطه را پیدا میکنیم که در کدام بست بخواییم اپلای بکنیم. بعد از اینکه وارد سایت www.forstudents شدیم، آپشن های مختلف وجود داره. از قسمت بالای صفحه که در بخش Job for AFG یعنی Jobs for Afghans کلیک بکنیم، بسته هایی که اینجا اعلان است پیدا میشه و بسته باز میکنیم، وارد این کلیک میکنیم و معلومات که اینجا است میخوانیم که مثلا افغانستان، پکتیا، به طور مثال تنها نشنالیتی افغان میگیره قبول میکنه و تصمیم دارم بعد از این تیم ما تصمیم داره که به زبان فارسی هم متن بگذاریم، یعنی ترجمه متن انگلیسی رو به زبان فارسی هم بگذاریم و یا هم حداقل مفهوم شه. تمام معلومات بسته بخونید و بعدا اگر واجد شرایط بودین، مسئولیت ها و در این بخش هم جاب ریسپانسیبلیتیز این مسئولیت های بست است، تمامی مسئولیت ها شرایطی بس از اول تا آخر بخونین و بعدا چی کار بکنین. بعدا اگر واجد شرایط بودین، اینجا جاب ریکوایرمنت چی است که به طور مثال حداقل 12 پاس باشه، یک سال تجربه کاری داشته باشه، توانایی سفر به سایه کاری را داشته باشه و مهارت های خوب داشته باشه، اسکلی صحبت داشته باشه. بعد از او برای لینک کلیک میکنیم، لینک که چگونه اپلای میکنیم اینجا لینک هست که برایش کلیک کردیم، این صفحه باز میشه. زمان این صفحه باز شد، در قسمت اول اسم تخلصتان رو میرسونین، ببخشین اولا ایمیلتان رو میرسونین، مینویسین و کوشش بکنین ایمیلی که فعال است او ایمیل باشه. بعد از او این قسمت هم بحثی مورد نظر نامش است، بالای بست کلیک میکنیم و از اینجا ولایتی مربوطه را انتخاب میکنیم که در کدام ولایت است، در کدام ولایت شما میخواین اپلای بکنیم. چون بست ها زیاد است، من پکتیا را انتخاب کردم. نیکست میگیم، یعنی صفحه بعدی. در اینجا هم مشخصات خودم میرسانیم که اولا معلومات شخصیتان است که اسم مکملتان یعنی اسم و تخلصتان. البته قابل ذکر است این بست صرف برای ناس است، یعنی مشاور تغذی، اما سایر بست ها نحوه ثبت نامش به همین شکل است. هر بست از خود لینک داره، باید لینک بست را کلیک بکنین و یا هم لینک بست رو در صفحه گوگل کرومتان باز بکنین، یعنی براوزرتان. خب در این قسمت نام میرسونیم، بعد از او جنسیت انتخاب میکنیم، مثلا فیمیل یعنی طبقه اوناست و در اینجا هم آدرس خانه را به شکلی میرسونیم که اول ناحیه، بعدا مثلا ولسوالی، ببخشین بعد شهر، بعدش هم ولایت را ذکر میکنیم و در قسمت پایین هم place of birth یعنی سال تولدتان که ببخشین مکان تولدتان انتخاب میکنیم که در کدام ولایت مثلا تولد شده. این مهم نیست که شما اگر در یک بست در پکتیا ثبت نام میکنین باید از پکتیا باشین، میتونین از کابل، از دیگه ولایت باشین، ثبت نام بکنین، اپلای بکنین و برین امتحان بدین. و تاریخ تولد در اینجا برای نقطه کلیک میکنین و از اینجا اول سال انتخاب بکنین، بعد ما را کلیک بکنین و بعدش هم روز ما را پیدا میکنیم. مثال ببخشین سال مثلا 1996 انتخاب کردم، بعدش ما و بعدش هم روز. اینجا هم شماره تماستان رو میرسانین، متوجه باشین مثبت 93 در اول بیاید، بعدش شماره تون رو برسانین شماره تماس. اگر قبلا با PU AMI کلیک کردین اینجا یس انتخاب میکنین، اگر کلیک کار نکردین ببخشین، اگر کار نکردین نو انتخاب میکنین، اگر کار کردین بسته که شما کار کردین و بست را عنوانش در قسمت پایین میرسانین، اگر کار نکردین نو انتخاب بکنین و از رساندن متن خود صرف نظر بکنین. بعد بالای نکست کلیک میکنیم صفحه بعدی و در این قسمت بلندترین سطح تحصیلیتان را انتخاب میکنین، مثلا لسانس هستین، ماستر هستین، 14 پاس هستین یا هم
مکتب هستین. من 14 پاس انتخاب کردم. و رشته تحصیلی مثلا کدام رشته رو خواندین؟ مثلا مثال نوتریشن نرس یا نرس تغذی، ببخشید نرس انتخاب کردم، اینه بخش نرسی و در قسمت هم بخش زبان است. مثلا انگلیسیتون در کدام سطح هست؟ خیلی بد است، متوسط است، فلوینت یعنی حالتی روان است. خب متوسط بگیرین بهتر است، یا اگر فلوینت میگیرین یعنی اگر سطح انگلیسیتون بلند است مشکل نداره. و دیگه زبان ها را به این شکل انتخاب بکنین و میایم برای مهارت های کامپیوتری. اینجا ورد تا چند زیاد دارین؟ یعنی اکسپرت در سطح خیلی عالی، ورد، پاورپوینت، اکسل و اوتلاک. و چند سال تجربه کاری دارین؟ به طور مثال میشه 2 سال بگیرین. بهتر از نظر به ریکوایرمنتی بس بالا بگیرین. و چند سال با PMI کار کردین که در اونجا 1 سال ما ببخشین در بخش مربوطه، یعنی مثلا بخش تغذی کار کردین که من 1 سال گرفتم، و اینجا با NGO کار کردین. یس بله. و در اینجا هم عنوان بحثتان را میرسانین به می ترتیبی که اینجا هست، جایی که کار کردین. اول امپلایر نیم یعنی نامی دفتر میرسونین، بعد کامه میدین، موقعیتی بس که در کدام ولایت یا شهر کار کردین، بعد عنوان بستون رو میرسونین، و در آخرم پریود آف مدتی که کار کردین، مدتی که کار کردین اون رو چی میکنین؟ میرسونین. و در قسمت پایین CV خود اپلود میکنین. دوستای عزیز من اینجا یک فایل اپلود میکنم، ولی شما و CV اصلی خود از قسمت پایین که add file است چی بکنین؟ کلیک بکنین بالای add file این قسمت، بعد در قسمت وسط کلیک بکنین، از اینجا CV خود پیدا بکنین از داخل کامپیوتر، و یا هم میشه از طریق موبایل اپلای بکنین CV تون رو پیدا بکنین و چی بکنین؟ در سیستم اپلود بکنین. من اینجا یک فایل خالی اپلود میکنم، مشکل نداره چون امتحانی است. بعد اوپن میگیم، بعد در قسمت پایین اپلود نوشته است، اپلود کلیک میکنیم. خب تمام فرم تکمیل شد. اگر بخواین فرم صفر بکنین بدون در سمت راست کلیر فرم است. اگر بخواین ثبت نام بکنین بالای سابمیت کلیک میکنین و این صفحه چی میشه؟ ظاهر میشه. یعنی شما چی کردین؟ ثبت نام کردین و در بست مربوطه ثبت نام شدین. دوستان عزیز اگر در قسمت ثبت نام بست ها و سکولارشیپ ها مشکل داشتین، در کامنت مسیج بگذارین، کامنت بگذارین و نظر خود ارائه بکنین و از ما بخواین، ما به شما نحوه ثبت نامی و بورسیه را و یا هم وظیفه باشه یا بورسیه ما به شما آماده میکنیم. تشکر از اینکه ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. منتظر ویدیوهای بعدی و فرصت‌های بعدی باشین. بهتر از چینل ما را لایک و سابسکرایب بکنین، فالو بکنین و تا یکی از ویدیوهای بعدی و فرصت‌های بعدی ما آگاه شوین. الله نگهدارتان.